اگر میخوای یه سنس خفن برای خود بشین، تا آخرین ویدیو با ما همراه باش. Let's go. سلام دوستان عزیز، حالتون چطور؟ خوش اومدید به یه ویدیو خیلی جنگ بومب و همونطور که قولش بهتون داده بودم اومدم که آموزش سنسیویتی رو کامل براتون جامع توضیح بدم. دیگه مشکلی با سنس و قسمت بیسی که کالافتون نداشته بشید و اصلا بهت اشمه دیگه سنسیویتی خودم گذاشتم براتون. تمام تنظیمات با هم یه چک میزنیم، نکات ضعف قوت هرچی نکات هست براتون میرزم بیرون که دیگه برید اشغال کنید، دیگه برید اشغال کنید و اصلا زندگی کنید دیگه. جون دل برقرارید یا برقرار نیستید؟ جون دل اگه برقراری یه کامنت سکسی برای هاجانزل بذاری که آره دایی من برقرارم. اگه هم برقرار نیستی کامنت بده که چرا برقرار نیستی. بعد بالاخره ما بدونیم تو چرا برقرار نیستی. ای کمک کرد دستمون بر اومد برات انجام بده. خب بچه‌ها چه خبر؟ چیکارو میکنید؟ بریم سراغ چالش ویدیو و اینکه اصلا بنازم جون دل برقرار باش. خب بریم سلاق بناز. خب بچه‌ها جدیدن رفتم تو فاز برداشتن کوردایت، خیلی حال دارم میکنم، اصلا با لژندش خیلی حال میکنم، کلی افکت خیلی سم داره، خیلی هم حال میکنم. نمیدونم چرا نمارد کلی خوری. و اینکه میخوام بهم بگید که اولا کوردایت لژند کی به بازی اضافه شد؟ یعنی سیزن چند بود که به بازی اضافه شد کوردایت لژند؟ و اسم کرکترش هم بگید، یا میتونید یک کدومشو بگید، هر کدوم دوستش، یا بگید کی اضافه شد یا اسم کاراکترش میتونید بگید. داخل کامنت حتما بنویسید که بریم واسه اشغال. بچه خواهشن یه لایک روی اون ویدیو بزنید، خیلی دوستتون دارم، خودتون میدید یه لایک کوچولو کاینر یه دقیقه ویدیو رسیسکو کوچولو شون یه دونه لایک اون بالاخره است بالاخره حرف بدیه اون چیز انگشته از اون فشار بده. آره هی فشار بده. خب بچه بریم سراغ سنسیویتی ها. من یه توضیح قبل اینکه بریم روی خود سنسیویتی رو بخوام بهتون نشون بدم یه توضیحاتی بدم. بچه سنسیویتی نسبت به حاد شماست، حاده که نه حاده یعنی من حاده شما، آره دیگه خودتون میدید دیگه، نسبت به حاد شماست و گوشیتون، سایز گوشیتون، همه اینا بستگی داره. که من نظرم اینه بچه، من کامل سنسیویتی رو الان براتون توضیح میدم، ولی به نظر خودم بعد اینکه توضیح دادم مثلا فهمیدی این سنس مال چیه اون سنس مال چیه، این نمیدونم پرام ریخ این چجوری من ازاد پینگم صده، نسبت به مال خودتون رو خودتون بچین. یعنی هر کی سنسیویتی خودش رو بچینه به نظر موفق تر یزید تو بس. آره به نظرم موفق تره و یه سنسیویتی خیلی خفن تر از آب در میاد. ولی بچه ها سنسیویتی من یه چیزی هولوشه، یه چیز اوکیه، یعنی سنس منم بچینید به مشکل شاید نخورید، شاید هم بخورید، معلوم نیست. اگه پلیر باشید که موونت رو زیاد بزنید، هی موونت چپ و راست کنید و فلان، میتونید با سنس من خیلی خوب بازی کنید. یا اگه میخواید ایمتون دقیق باشه با سنس من میتونید اوکی بازی کنید. حالا آیپد پلیر ها، کسایی که حالا این ویدیو رو میبینن، حالا نمیدونم چند درصدتون آیپد دارین، آیپد پلیر ها خیلی راحت میتونن با این سنسیویتی کار کنن. اگه بخواید شش انگشتی کار کنن خیلی راحت و ایزی میتونن کار کنن و موفق 100% میشن با این سنسیویتی. این سنسیویتی خیلی خفنه و قسمت بیسیک هم بچه کامل براتون توضیح میدم. قسمت بیسیک رو دیگه عین خودم بچینید دیگه اصلا لازم نیست، صندلی هم خشخش میکنه، اصلا لازم نیست یه تغییرات خاصی داخلش بدید. حالا یکی دوتا آیتم ریز و سلیقه‌ای رو بهتون میگم که میتونید اونجا تغییرات بدید دیگه. بقیه‌ش به نظرم زیاد جالب نیست، یعنی زیاد لزومی نیست که شما داخل بسید تغییرات دیگه انجام بدیم. من اینکه مثلا یه سری چیزا سلیقه‌هاتون فرق کنه، یه سری حرفا و یه سری سخنا فرق کنه اینجوری.
و یه نکته دیگه هم بهتون بگم بچه ها، قسمت زامبی رو براتون نذاشتم چون اصلا زامبی خودم بازی نمی کنم به نظرم چرت. خب بریم سراغ چیز، با هم وارد بازی میشیم از اول، اصلا از اون اولش میخوام با هم باشیم. میدونم همیشه شما رو همه جا بردم، از اون اولش لودینگ قشنگ این بچه ها. فکرم گردانه که جمعه به بازی اضافه بشه گردانه کیو ایکسار باشه که اصلا خیلی افتضاحه بچه ها، خیلی افتضاحه. فقط ایموتش خفنه، فقط ایموتش خفنه، خیلی افتضاحه. حالا کامل یه ویدیو شاید راجعش بذارم با هم صحبت کنیم چجوری است. خب بچه داخل قسمت سیتینگ میشه، این قسمت بیسیک بازی شماست که به نظرم این من بچینید تمام اینا بچه، اینا رو تمام اینا من بچینید، اینا خیلی مهمه. این دمیج نامبر زیاد چیز خاصی نیست، این تعداد دمیج های شما نشون بده و این آلویز اسپرینگ رو حتما حتما اینا من بچینید. جیرسکوپ رو من اشتباهی دستم خورده غیر فعال کنید، جیرسکوپ اگه پلی نمیده ای پلی میدید که کی پیام میده، بلشون اصلا مهم نیست که کی پیام میده. و اینکه اینم حتما بچه بزرگ و کوچیک کنید، من یادم رفت بزرگ بود اینو کوچیک‌تر کنید چون بچه موقعی که واقعا من یه سری جاها تو مولتی اصلا جلو چشمامو میگیره نمیتونم ببینم نمیو اصلا خیلی افتضاحه. بقیه چیزاش زیاد دیگه دل بخوای سایز اینو سایزم. داخل قسمت گرافیکم که این اولش نسبت به گوشی خودتونه، اینجا میتونید اینو من بچینید بچه‌ها. گرافیک یه چیز شخصیه، این گفتم گرافیک یه چیز شخصیه ولی میتونید اینو من بذارید، این آیتم های پایینی رو اینو من بذارید. و یه نکته خفنی که میخوام بهتون بگم بچه، من هم که آیپد دارم این از این استفاده میکنم و اینا بعضی موقع کلا باگ بازی که لگ میشه، این آخر که رفته پایین صفحه دکمه است، اونو که بزنید روی استارت که بزنید کلا یه دور بهینه سازی میکنه بازیتون و لگتون رو خیلی کم میکنه. اینم قسمت بیسیک بتل رویال این پرسکتیو تیم میت هم چشام نمیبینی، پرسکتیو تیم میت هم از من روشن کن که بتونید یاراتون رو داخل بتل رویال ببینید کجا. حتما حتما اینه من بچینید. دمیج نامبر هم اگه دوست داشتید تو بتل بچه به درد میخوره، تو مولتی که به درد نمیخوره، کلا 3-4 تا تیر میخوره به یارو بزنی بیفته، ولی داخل چیز به درد میخوره. و حتما حتما بچه رو سعی کنید مثل من بچینید، سعی کنید که نه حتما مثل من بچینید دیگه، پسرهای خود باشید، انقدرم یزید و شمر نباشید، بچینید که اوکی کنید و زندگی رو باش بچرخونید. اف او وی رو بچه من نظرم اینه که البته اون فرست پرسنه ولی ترت پرسن من دوست دارم که روی تایه تایه باشه بچه، خیلی هیپوهرتون رو خفن میکنم. و اون اف او وی کامراست، اف او وی خالی هم بذارید روی 56 خیلی اوکی. این دوتا داستانم اینه من بذارید خیلی دوست دا پاتون تأثیر میذاره. خب بریم به بحث اصلی سنسیویتی برسیم که خیلی شیرینه. نه هم اینه بچه اولا رو اینه من بذارید. این سنسیویتی بنه بچه میتونید اینه من بچینید، میتونید برید خودتون بچینید، ولی به نظرم مال من رو بچینید بعد برید داخل بازی بعد ببین چجوری هست، یه ذره بالا پایینش کنید چون مال من استاندارده. خب نه شما میتونید خیلی بیشتر از من بذارید، البته این ژیروسکوپ بچه مهم نیست، من نمیدونم چرا اینجا زیاد وایستم حواسم نبود، ژیروسکوپ مهم نیست که اونایی که ژیروسکوپ پلی میدن مهمه، من که ژیروسکوپ پلی نمیدم سنسیویتیش هم نمیدونم بچه، این همینجوری عدداش چیزه. داخل قسمت ژیروسکوپ اصلا نچینید اگه ژیروسکوپ پلیرید، اگه هم نیستید که اصلا مهم نیست اصلا بلش کنید. و اینم بهتون بگم که مثلا سنسیویتی منو بچینید یه ذره بالا پایینش کنید اگه اوکی نبودید، اول بچینید مال منو. قبلش بچه ها از سنسیویتی خودتون اگه همین الان راحتین یه اسکرین بگیرید ببینید مال منم راحتین، اگه اوکی مال منو بچینید، اگه اوکی نیست یه ذره بالا پایینش کنید، بازم اوکی نشود دیگه برگردید به سنسیویتی اولیه خودتون دیگه، اون بحثش شدست. ولی بچه ها سنسیویتی خیلی مهمه، یعنی مثلا چجوری بهتون بگم 50-60% بازی رو هاد و سنسیویتی تعیین میکنه و بازی فردی ها. حالا الان یه سری میگن نه داداش 90% پینگ، 10% نمیدونم 90% هم دیوایس، چرت و پرت نگید، منظورم چیز شخصی. جسکو فهمیدم که دیگه مهم نیست و بریم تو قسمت های بعدی ببینم چه جوریه داستان. قسمت بی آر ستینگ که اینم عین من میتونید بچینید و خیلی ایزی و پیزی
برای لوتا و نواگس چند تا برده و اینا زیاد چیز خاص و مهمی نیست، میتونید خودتون بچینید دیگه. اوکی، بقیه قسمت هم که مهم نیست. یه قسمت هم داخل آخرین قسمت اضافه شده که میتونید مثلا اگه به فیسبوکی لاینی چیزی وصل کردید میتونید در اونجا چیز کنید، یعنی ورش دید. خب بچه خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو نگاه کردید، حتما اول کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید، یه لایک هم برای حاجانزل بکنید روی ویدیو که خیلی بهم انرژی میده، و از نام حضور گلتون یه کامنت انگلیسی هم برای دایی بذارید. خیلی دوستتونم، فعلاً.